کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. امپراتوری ایران، نویسنده دان ناردو، بخش چهارم، شاهان، رعایا و بردگان، زندگی در ایران آن روز. در زمان داریوش یکم امپراتوری ایران به اوج عظمت سیاسی و نظامی خود رسید که ویژگی‌های آن با تغییراتی اندک تا زمان سقوط آن در قرن چهارم قبل از میلاد ادامه داشت. آداب و رسوم و آیین‌های اجتماعی و دینی آن نیز اساساً طی نسل‌های پیاپی بی تغییر ماند، به طوری که میتوان زندگی روزانه در زمان او را نماینده و الگوی فرهنگ کلی ایران محسوب کرد. دانشمندان جدید پیوسته با عناصر این فرهنگ که عمدتاً ایرانی ولی آمیخته با فرهنگ‌های آشوری، لیدیایی، مادی و بابلی و غیر بوده است روبرو بودند. شاهنشاهی ایران بیش از هر چیز مرکب بود از سرزمین‌ها و اقوام گوناگون که هر یک آزادانه زبان، آداب، رسوم و مذاهب ویژه خود را داشتند. گرچه شاهان ایران تقریباً تنها نجیب زادگان ایرانی را در مقامات ارشد ساتراپی ها و ارتش می گماردند و از طریق این افراد اداری امپراتوری را در اختیار داشتند، ولی به طور کلی به بزرگان غیر ایرانی محلی ایالات نیز اجازه داده می شد که مقام ها و شیوه زندگی خود را داشته باشند. بدین قرار در واقع دو ایران وجود داشت، یکی امپراتوری عظیم که عمدتاً مرکب از فرهنگ‌های غیر ایرانی بود و دیگری قلب امپراتوری که پارس بود و منطقه‌ای کوچکتر در غرب ایران محسوب می‌شد. در زمان داریوش و جانشینان او این قلب فقط شامل فارس با کاخ‌های بزرگ پاسارگاد و تخت جمشید نمی‌شد، بلکه ارتفاعات اطراف اکباتان و جلگه‌های حاصلخیز پیرامون شوش را نیز در بر می‌گرفت. مدارک باستان شناختی از این ناحیه مرکزی حاکی از وجود جامعه‌ای است که در آن فرهنگ‌های متفاوت آغازین بین النهرین و اقوام ایرانی با هم جوش خورده بود. از همین روز که ایرانیان نظیر رومیان بعدی به آسانی اندیشه‌ها و آداب و رسوم دیگران را اخذ می‌کردند. هرودوت می‌نویسد هیچ نژادی به اندازه ایرانیان آمادگی پذیرش شیوه‌های بیگانه را ندارد. مثلا آنها لباس مادها را می‌پوشند چون فکر می‌کنند که از جامعه خودشان زیباتر است و سربازانشان زره بی آستین مصریان را برتن می کنند. نمونه های دیگری از پرورش اسب در ارتفاعات ایران و پرورش گوسفند که خاص ایرانیان چادرنشین اولیه بوده است وجود دارد. در سرزمین های پست ایران زمین را به شیوه بابلیان قدیم شخم می زدند و ایرانیان افکار نظامی و سیاسی آشوریان را پذیرفته بودند. متاسفانه منابع کافی درباره قلب پارس برای روشن کردن وضع جامعه ایران وجود ندارد. اکثر گزارش‌های باقی مانده ایرانی اطلاعاتی اندک درباره فعالیت‌های فرهنگی و زندگی روزمره در اختیار ما می‌گذارند. اطلاعات موجود نیز بیشتر درباره اعضای خاندان سلطنت، اعضای دربار و طبقات بالای جامعه است. منابع یونانی نظیر هرودوت و گزنفون اطلاعات بیشتری به ما می‌دهند، ولی آنها نیز مانند دیگر مورخان باستانی به شرح کردار و آیین‌های مردم مرفه و قدرتمند می‌پردازند و کمتر زندگی مردم عادی را توصیف می‌کنند. چنانکه آلساندرو باستانی می‌نویسد وقتی به تاریخ باستانی آسیا می‌نگریم همیشه اصطلاحاتی نظیر قوم پارس، مادها یا بابلیان به ذهن می‌آید که در واقع اصطلاحاتی قراردادی برای توصیف چند هزار نفری هستند که طبقه حاکم دولت‌های مشهور به پارس، ماد و بابل را تشکیل دادند. ما فقط با مذهب، زبان، هنر، فلسفه و آرمان‌های همین چند هزار تن آشنا هستیم. به راستی در مورد زندگی مردم عادی که جمعیت اصلی ایران را تشکیل می‌دادند، اطلاعات بسیار اندکی در دست است و برای مثال معلوم نیست که آیا مردم نیز همان خدا یا خدایانی را می‌پرستیدند که مورد پرستش شاهان بود یا نه، یا زندگی زنان عادی و رفتار با آنها شبیه به همان رفتاری بود که با زنان ثروتمند و بزرگزاده انجام می‌گرفت یا تفاوت می‌کرد. نردبان اجتماعی.
از آنجا که اطلاعات درباره شیوه زندگی معارف و ثروتمندان ایران کاملتر و موثق‌تر است، بجاست که نخست به بررسی زندگی طبقات بالا پرداخته و با شاه و دربار او آغاز کنیم. داریوش و به قول یونانیان سایر شاهان بزرگ، پادشاهانی با قدرت مطلقه بودند که سرچشمه قانون، شرف و احترام محسوب می‌شدند. یگانه محدودیت برای قدرت شاه این بود که از او انتظار می‌رفت آیین‌ها و آداب و رسوم ایرانیان را رعایت کند و پیش از تصمیم گیری های خطیر با بزرگان ایران به مشورت بپردازد. پس شگفت نیست اگر این مشاوران از بیم آنکه مبادا موجب آزردگی خاطر شاه شوند به ندرت با نظرات او مخالفت میکردند. شاه در دربار یا در مده عام جامعی مادی به رنگ ارغوانی که در عهد باستان رنگ سنتی سلطنتی بود به تن میکرد و این جامعه با تارهای ضرب هم بافته شده بودند. شاه تاج با شکوهی بر سر می‌نهاد که آراسته به گوهرهای درخشان بود. همچنین گوشواره‌های بسیار زیبا به گوش می‌کرد و زنجیرها و دستبندهای گرانبها به خیش می‌آویخت و بر تختی که به زیبایی آراسته بود می‌نشست. تمام رعایای او از جمله بزرگان و نجبای ارشد وقتی به شاه نزدیک می‌شدند، می‌بایست در مقابل او به خاک بیفتند. توصیف زیر از گزنپون درباره کوکبه شاهی هنگام عظمت کوروش شکوه و جلال فراوان پادشاه ایران و دربار او را نشان می‌دهد. وقتی دروازه‌های قصر کاملاً باز شد، در سر دسته 4 گاو نر پیش می‌رفتند. پس از گاوهای نر، اسب‌هایی که نذر آفتاب می‌شدند و سپس گردونی سپیدی که مالبند زرین داشت و حلقه‌های گلبران آویزان بود و خاص اهورامزدا. و بعد از آن گردونی سفید دیگر که به مهر اختصاص داشت و مانند عرابی قبلی با گل آراسته بودند و باز گردونی سوم که اسب‌های آن یراق‌های ارغوانی داشتند. در پی ایشان نفراتی مجمرهای بزرگی پر از آتش بر دست می‌بردند و بالاخره خود کوروش در گردونی اختصاصی از دروازه قصر درآمد. با کلاه شاهی یا تیارا بر سر و قبایی به رنگ ارغوانی که نوار سفید بر آن دوخته شده بود و مختص شاه بود و نیم شلواری سرخ پررنگ و ردای ارغوانی و بر دور تیارا هم سربند. همین که شاه ظاهر شد، همه جمع به خاک افتادند. شاید بعضی ها دستور این کار را داشتند و آن رسم پابرجا شد، یا آنکه مردم از شکوه دستگاه شاهی و دیدن سیمای زیبا و برازنده اون چنان کرده بودند. پس از آنکه گردونی شاه به حرکت درآمد، 4000 سوار نیزه‌دار از پیش و 2000 از هر دو سمت راه افتادند. در عقب آنها اسادران سلطنتی زوبین در دست و سواره حرکت کردند. سپس 200 رأس اسب از استبل شاهی با دهنه‌های زرین و یراق‌های راه راه و از دنبال نیز 2000 نیزه‌دار و بعد دسته قدیمی‌ترین سوار نظام پارس شامل 10000 سوار در ستونی 100 نفره پهلو به پهلو. در نردبان اجتماعی ایران مستقیماً پس از شاه بزرگان و رؤسای نجیب زادگان قرار داشتند. این افراد زمینداران بزرگ بودند که البته مقام فئودال‌های قرون وسطای اروپا را نداشتند. گرچه از لحاظ نظری شاه صاحب تمام سرزمین‌های ایران محسوب می‌شد و همه زمین‌ها به او تعلق داشت، ولی داریوش و جانشینان او پیوسته مستقلات و زمین‌هایی به نجبایی که به عنوان افسر یا سوار نظام در ارتش به آنها خدمت کرده بودند می‌بخشیدند. مساحت این زمین‌ها متفاوت بود و با اصطلاحات نظامی بیان می‌شد. مثلا می‌گفتند زمین‌های کمانداری، زمین‌های اسبی، زمین‌های عرابعی و جزان. دارنده هر یک از این قطعات زمین ملزم بود که به تناسب دارایی خود سرباز و تجهیزات به ارتش تقدیم کند. مثلا صاحب یک زمین کمانداری که حدود 21 هکتار وسعت داشت می‌بایست یک کماندار در اختیار شاه قرار می‌گرفت. اینها کوچکترین مستقلات بودند. بعضی از بزرگان که مورد عنایت شاه قرار داشتند، زمین‌هایشان هزاران هکتار مساحت داشت. در میان طبقات بالا و طبقات پایین، مزدگیران آزاد طبقه متوسط بودند که بیشتر آنها را کارگران غیر ماهر تشکیل می‌دادند. در کنار کسانی که در املاک زحمت می‌کشیدند، بعضی نیز به کار در طرح‌های بزرگ کانالکشی یا ایجاد قنات‌ها یا ساختن کاخهای سلطنتی به کار اشتغال داشتند و بعضی نیز به خدمت در ارتش می‌پرداختند.
آزاد مردان معدودی که مهارت‌هایی داشتند، از جمله نانوایان، قصابان، درودگران و پیشه‌وران، لایه کوچکی از طبقه متوسط را تشکیل می‌دادند. در بالای نردبان اجتماعی بازرگانان قرار داشتند که غالباً دارای زندگی مرفهی بودند و به تجارت کالاهایی نظیر رنگ ارغوانی و منسوجات از فنیقیه، عطریات از عربستان، چوب و الوار از جزیره یونانی کرد و غلات و شیشه و بلور از مصر و ادویه و خاک طلا از هندوستان می پرداختند. پیروی ایرانیان ثروتمند و مشهور از مد روس. این قطعه کوتاه از کتاب پرورش و کورش گزنفان نشان می دهد که طبقه بالای ایران پیوسته می کوشیده تا با استفاده از جامه های آخرین مد، کفش های پاشن بلند و لوازم آرایش ظاهر خود را بهتر بنماید. کوروش بزرگ خودش از لباس مادی استفاده می‌کرد و از اطرافیان نیز می‌خواست که چنین کنند، چون فکر می‌کرد که هر کس به هر حال عیب و نقصی دارد که جامه خوب می‌تواند کمک کند تا آن نقص پوشیده بماند و فرد بلندتر و زیباتر بنماید. از این رو آنها کفش‌هایی می‌پوشیدند که بدون آنکه معلوم شود قامت آنها را بلندتر از آنچه بود نشان می‌داد. انسانی که قرض دارد ناچار است دروغ بگوید. داریوش یکم که خود را الگویی برای پیروی دیگران می‌دانست، بسیاری از احکام این عصر را هم در زندگی و هم در سنگ نوشته‌ای که به دستور او به صخره‌ها حک کرده‌اند مورد تأکید قرار داده است. به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود، نه آن مرا میل است که شخص توانایی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود. آنچه راست است آن میل من است. مرد دروغگو را دوست نیستم. سخت بر هوس خود فرمان روا هستم. مردی که همکاری می کند او را به جای همکاریش همان طور او را پاداش می دهم. آن که زیان می رساند او را به جای زیانش کیفر می دهم. نه مرا میل است که مردی زیان برساند، نه حتی مرا میل است که اگر زیان برساند کیفر نبینی. بیزاری داریوش از دروغ به ویژه پرمعناست. به ویژه به نوشته هرودوت ایرانیان دروغ گفتن و پس از آن بدهکار بودن را زشتر از هر چیز می دانند. دلایل بسیاری برای هراس آنها از وام داشتن وجود دارد، اما مهم این اعتقاد آنان است که هر کس قرض دارد ناچار است دروغ بگوید. کیفر دروغگویی معلوم نیست چه بوده، اما مجازات های مربوط به جرائم دیگر چه برای طبقات بالا و چه پایین بسیار سنگین بوده است. مثلا مجازات قتل، تجاوز به عنف و خیانت اعدام بوده است. حتی ارتکاب جرائم نسبتاً کوچکتر به مجازات هایی می انجامید. از سوی دیگر هرودوت و سایر نویسندگان باستانی اتفاق نظر دارند که اکثریت ایرانیان مردمانی سازگار و پیرو به قوانین و قواعد جامعه بودند. معمولاً افراد برابر وقتی به یکدیگر می رسیدند درود می گفتند و لبهای یکدیگر را می بوسیدند و کسانی که تا حدی برابر بودند به بوسی بر گونه های یکدیگر اکتفا می کردند، عملی که اکنون در جامعه های امروزی غرب کاملاً رواج دارد. آنها همچنین به برپایی جشن و میهمانی و نوشیدن شراب به ویژه در مراسم برگزاری جشنهای تولد علاقه داشتند. هرودوت میگوید یک ایرانی در جشن زادروز خود ممکن است یک گاو، اسب یا شتر را در تنور بپزد و با آن به پذیرایی از میهمانان خود بپردازد و اگر تنگ دست باشد به پختن حیوانی کوچکتر اکتفا کند. خوراک اصلی چندان فراوان نیست، اما انواع دسرها که بارها جداگانه به مهمانان تعارف می شوند بسیار فراوانند. پیکار جاودانه میان روشنایی و تاریکی. مراسم دیگر مربوط به آیین‌های دینی بود. بیشتر ملل و اقوام تابع شاهنشاهی ایران حتی پس از آن که به درون امپراتوری ایران جذب شدند به پرستش خدایان بومی خود ادامه دادند. خود ایرانیان در آغاز و پیش از هخامنشیان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و به درگاه ایزدان طبیعی گوناگونی که منشأ آنها داوا یا دیوان بودند دعا می کردند. در میان این ایزدان
یک خدای آسمانی به نام اهورامزدا که قبلا در شمال پرستیده میشد در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد به فلات ایران رسید. سرانجام پیامبر بزرگی به نام زرتشت ظهور کرد که یونانیان و سایر غربیان بعدها او را زوراستر نامیدند. زمان دقیق زندگی و دعوت زرتشت درست معلوم نیست و دانشمندان در این باره با هم بحث و مشاجره دارند. بیشتر دانشمندان زمان او را یا در آغاز قرن نهم یا سده ششم پیش از میلاد می دانند. زرتشت از بنیاد یک یکتاپرست بود و اهورامزدا را به عنوان خدای خرد و یگان ایزد راستین می ستود و نیایش می کرد. فرض بر این بود که اهورامزدا درگیر پیکاری جاودانه با نیروی شریر یا شیطانی است که نخست در اوستا به او انگرمینو و سپس اهریمن گفته می شود. بعدها ایرانیان غالبا اهورامزدا را به شکلی که در کتیبه بیستون توسط داریوش حجاری شده است، یعنی پادشاهی که حامی و طرفدار پرشور اعتقادات زرتشتی بود، تصویر کردند. بنا به توصیف اومستد، تصویر حجاری شده خداوند بر بالای سر شاه شناور است. بر بالای سر داریوش ایزد ریشدار کلاهی استوانه‌ای بر سر دارد که شاخک‌های نمادین ربانی و سخی از هشت پرتو خورشیدی او را از شاه متمایز می‌سازد. جامش ردای آویخته است که آستین‌هایش به مچ‌های دستبنددار می‌رسد. در دست چپ او حلقه است که مقام سلطنت را به شاه اعطا می‌کند. دست راست او با کف گشوده برای دعا بلند شده است. او بر حلقه بزرگ مجهز به بالها بر آسمان بلند شده و از دو طرف حلقه بال دو شاخه ای او را نگاه می دارد. کیش زرتشت دینی که از آموزش های پیامبر سرچشمه گرفته و داریوش و جانشینان او پیروان بودند، اصول کانونی و اصلی متعددی دارد. یکی از این اصول آن بود که فرد با اخلاق کسی است که به همزیستی صلح‌آمیز و همساز و هماهنگ با همسایگانش بپردازد. اصل دیگر آن بود که انسان پیوسته باید از گمراهی توسط دیوان کهن بپرهیزد. دیوان ارواح شریر یا شیاطینی بودند که با اهریمن همکاری داشتند. بنابراین زندگانی انسان مبارزه میان نیکی و بدی است، همانطور که خداوند نیز خود درگیر این مبارزه است. پیکاری میان نیروهای نیک و بد، میان روشنایی و تاریکی. این اندیشه ها همراه با دیگر اندیشه ها و اعتقادات زرتشت در گذر زمان در مجموعی از نوشته ها به نام اوستا گرد آمدند. روحانیون این مذهب را که منشأ مادی داشتن مغ می نامیدن که کلمات امروزی مجیک و مجیشن به معنای جادوگر از نام آنها گرفته شده است، چرا که آنان آیین‌های ویژه‌ای داشتند که مبتنی بر رویاها، اخترشناسی و جادوگری بود. مغان همچنین سخت پیرو این اندیشه بودند که بعضی از جانوران نظیر سگ و گاو خوب و بعضی دیگر آفریدگان شیطانند و باید حتی المقدور از آنها دوری کرد و آنها را نابود نمود. این مخلوقات اهریمنی شامل خزندگان، مورچگان، مگس‌ها، کرم‌ها، قورباغه‌ها، مارها و نظایر آنها بودند. مراسم تدفین مردگان نیز توسط مغان انجام می شد که اجساد را در هوای باز قرار می دادند تا پرندگان و سایر جانوران گوش را از استخوان جدا سازند و سپس استخوان را دفن می کردند. برخلاف ایشان، اکثر مردم ایران اجساد مردگان خود را در معرض هجوم مردارخواران و لاشخواران قرار نمی دادند و رایج ترین روش این بود که به تن جسد روغن یا موم می مالیدند و سپس آن را به خاک می سپردند. و حتی معتقدانی با ایمان مانند داریوش ترجیح می دادن در گورهای سنگی دفن شوند تا به اجرای آیین مغان بپردازند. این نکته و سایر مغایرت‌های میان مراسم آیینی معمول در میان ایرانیان و روش‌های مغان، دانشمندان و محققان را به این نتیجه رساند که گروه‌های متفاوت مذهبی یا تفسیرهای گوناگونی در ایران وجود داشته است. بدین قرار مغان احتمالاً یک آیین ارتودکس و سخت مذهبی را اجرا می‌کردند که شاه و بزرگان کمتر رعایت می‌کردند و طبقات پایین نیز مراسم متفاوتی درباره خدایان سنتی داشتند. ممکن است کشفیات آینده باستان‌شناسی این راز را روشن گرداند. به هر حال در حال حاضر همانند بسیاری از جنبه‌های زندگی و فرهنگ ایرانیان، این مسئله نیز در غبار زمان پوشیده مانده.
یاران فرهیخته و گرامی، برای گسترش فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی، لطفاً با فشردن دکمه سابسکرایب، لایک و ثانکس ما را در این مسیر ارزشمند یاری فرمایید.